مجاهدین اینم بذاریم بگم بهتون، اینا من کنار خیابون بساط میذارم امضا جمع میکنم. یک شخصیتی بلندپایه فرانسوی به من میگفت که من رفت داشتم از ماشین اومدم پایین برم مثلا توی فلان وزارتخونه، یا دیدم جلو منو گرفتن یا من ببخشید برای امضا کنید برای مجاهدین. گفتن شما مجاهدین هستین؟ ایرانی هستین؟ یه قلم گرفتم که براشون امضا کنه. گفتن دیوید رو میشناسید؟ دیوید عباسی رو؟ بله بله بله. خب نه اون بدلش هم من میشناسم، من باش چونه بیرم یه بدل داره دکتر حسن عباسی رو نمیگم دیوید شانزیزی. گفت نه من اون جمعه چونه میگه تو این کار نگاه کرده. گفتم تو شما کی هستی؟ گفت ما که لااقل 40 سال اینجا 34 سال میشناسیم، از زیر زبرش هم خبر داریم مرد اسلامی، همه چیزی شما اونجا خبر داریم، تو هم بس حساب بانکیش گرفته تا فلان رو خبر داریم. ما که دیگه دیوید عباسی اگه نشستیم، ولی شما کی هستین؟ مجاهدی خواه همونه که میگه تروریستین، شما اونهایی؟ شما که تروریستی با جمهوری اسلامی کار میکنی؟ جمع کنیم به سبتون جمع کنیم. میگه اینا نه جمع نکردن. میگه رفتم بعد دو دقیقه پلیس را آمد و با افسادم اینجوری نگاه کردم، گفتم که شماها رو تمام دنیا تروریست میدونه و ماها خیلی بهتر میدونیم که در ترورهای خود ایرانی تو خارج از کشور شما دست داشتید، به حساب جمهوری اسلامی گذاشتید چون سیاه نمایی می‌خواستید بکنید. زمان ژاک شیراک، شیراک رو سگ کردید، شما هم اگه نبودید سگ کشیدید شیراکو. من از مسئولان دوران ژاک شیراک هستم. چه کنیم بسات؟ میگم که همش میکرد من انداختم رفتم بیرون. حالا بگذار. خیلی جالب اطلاعات قشنگی به اینا خود اینا دادیم. اینا نمیدونن که آقا اینا که نمیگن که شما ببینید آقا از ساله رجوی دکتر آی دکتر ساله رجوی رضی پوس رجوی داداش آقا بنده شما رو نجات دادم که نکشنتون تو مجلس برنامه گذاشتیم تو فلان. ساله رجوی هم اومد آقای مهدی ابریشم چی که خبر داره؟ مهدی جان به اینا بگو دو بسات مسات میذارم زرت و پرت اضافه نکنم. مهدی آقای مهدی ابریشم چی فرمانده کل کنونی مردم تو فرانسوی یا دنیا که الان میدونه چی میشه. الان شما یه کوچیکترین چیزی میکنی کنترلی، همه چیز شما تحت کنترله. شما خودتون جاسوس گذاشتین در خیابان پاریس که من خونه داشتم، بغل خونه من چند سال جاسوس و آپارتمان گرفته بودن. من اون موقعی که جوری نمی استراق سم میکردن جاسوسی میکردن، پلیس فرانسه من دینا رو گرفته دادن شما حالا پاد چه منتش بخواد. حالا ما این میخوام بگم که نباید گولی سیاه بازی های جمهوری اسلامی رو و او روی سکه مجاهدین خلق بخوریم. آقا هر وقت ما اومدیم یه کاری بکنه ملت ایران میگم یا تحولی به وجود بیاره این مجاهدین خلق زدن کار خراب کردن. و یادتونم نره تظاهرات آبان بارها پیش اومده، بارها. اصلا الان ماه اسفند همون سال 60 رئیس جمهور و نخست وزیرشون رفت رو هوا، رجایی و اینها رفت رو هوا، حرمزاده تونستن بمونن. بعد از اون هر 10 سال یه بار مردم ریختن تو خیابون. چرا پیروز نشدیم؟ چون دشمن همه جا هست، به نام اپوزیسیون هم هست. اگر یک اپوزیسیون واقعی می داشتیم، یکی از اتفاقات مهم قدرت رو می گرفت در دست خودش. ولی چون قدرت اپوزیسیون هم او روی سکه خود نظام جمهوری اسلامی است و سعید امامی یادتونه زدن کشتنش، گفتن این قطرهای زنجیر رو کرده. سعید امامی را کشتن چون برنامه ریزی شده بود، چون شعار داشت میداد ایران برای همه ایرانی ها. ایران برای همه ایرانی هست. خیلی ها برگشتن ایران، مجید شریف، قفار حسینی و و و آقا تو ایران زدن اینا رو کشتن. خب اینا همه توطئه های استعمار و پولای تازیان و استعمار انگلیس هست که همیشه سیاه نمایی، همیشه قتل و کشتار، همیشه خون و خونریزی که تو نتونه رژیم بندازی، نتونه بری ایران رژیم رو بندازی. اینا رو بهش اندیشه کنید دوستان و یاران مهربان. موارد بسیار مهم و حساسه. تو افتخار جهانی هم که به دست میاری، یا کسی میاد مثل شیرین عبادی آقا جایزه نوبل شیراک اینجا نقش مهمی داشت، اصلا جمهوری اسلامی رفت نداشت. من در جریان بودم، خانم شیرین عبادی داشت میرفت تهران، تو فرودگاه بود، برادرم فرستادم بهش بگو آقا جایزه نوبل بردی نرو. میگن جمهوری اسلامی رو بیوازیم تو رو بیوازیم ما با فوش میدم شیرین عبادی و آقا وقتی توش فوش بهش میدیم بدبختم دیگه میفته او بر دیگه، اصلا میفته او بر میرن زندان زیر فشار و سرکوب نظام هستن. اینها چه میکنن؟ اینها بعد ناامید میشن.